در حالی که 3 ماه از دستگیری زندانی سیاسی رضا اکبری منفرد می‌گذرد، دشقیمان رژیم آخوندی هنوز هیچ خبری از وضعیت او به خانواده‌اش ندادند. رضا اکبری منفرد از بستگان مجاهدان اشرفی است که خواهرش مریم اکبری منفرد نیز در زندان اوین به 15 سال زندان محکوم شده است. دو کارگر زندانی سیاسی به نامهای شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا توسط بیدادگاه رژیم آخوندی به اتهام توهین به نظام هر یک به 6 ماه زندان محکوم شدند. زندانی سیاسی محمد رضا پور شجری که مبتلا به بیماری قلبی است، پس از انتقال به بیمارستان کرج بدون هیچ درمانی مجدداً به زندان برگردانده شد. این در حالی است که حتی پزشکان بهداری زندان ندامتگاه مرکزی کرج به دلیل شدت بیماری وی برای او رأی عدم تحمل کیفر صادر کردند. زندانبانان زندان کشافیه حسن آباد قم امکانات خدماتی مورد استفاده خانواده‌های زندانیان را بستند. خانواده‌هایی که با زحمت بسیار از نقاط دوردست به جلوی زندان آمده بودند، از این اقدام ضد انسانی زندانبانان ابراز انزجار کردند. سازمان عفو بین‌الملل روز 24 فروردین با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. در این گزارش از شدت یافتن اعتصاب غذای آقای کسرا نوری و صالح مرادی که از اول فروردین ماه سال جاری به دلیل عدم رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب غذای خشک تبدیل کردند، ابراز نگرانی شده و به فشارهای دشخیمان رژیم آخوندی به درویشان از جمله تزریق اجباری سرم، ضرب و شتم آنان، خوراندن اجباری غذا و فیلم برداری از آنان اشاره شده است. در انتهای این گزارش از شرایط غیرانسانی نگهداری، وضعیت سلامتی و انتقال غیرقانونی دراویش زندانی و وکلایشان آقایان حمیدرضا مرادی سربستانی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور و رضا انتصاری به سلولهای انفرادی در زندان اوین ابراز نگرانی شده است. اعدام پرودستان. به این صدا گوش کنیم. این صدای مردم ستم زده سراسر ایران است. فقط دارن خانواده ها رو داغدار میکنن، فقط دارن به دختر 6 ساله داره، بیگناه بیگناه، حتی ازش یه گرم هم نگرفتن، هیچی ازش نگرفتن، فقط اعتراف. زیر شکنجه بود 20 روز، زیر شکنجه. ما ازش هیچ اطلاعی نداشتیم. بعد شوک برق میزدن به پسر ما. بعد از این که آوردنش فهمیدیم به خاطر که زیر شکنجه بوده، زیر شوک برق بوده. یه بهش میگفتن آقا تو قتل کردی؟ میگفت بله من قتل کردم، ولی همش به خاطر تحت فشار شکنجه های جسمی و روحی بوده. به مملکت ما شده سلاب خونه، دارن همینجور جوانای مردم رو میکشن به دار. این صدا از اعماق جامعه ایران است که از امواج اعدام ها به فغان آمدند. صدای همانها که رژیم از قیام پرخشم آنان به خود می درزد. این صدا را اخیراً عفو بین الملل هم انعکاس داد. در ایران علاوه بر جرم هایی نظیر مواد مخدر، احکام اعدام صادر می شود. جرم هایی که تحت قانون بین المللی جزء جرم های جدی محسوب نمی شوند. بسیاری از احکام اعدام در ایران بر پایه اعترافگیری اجباری و با اعمال شکنجه و بدرفتاری صادر می شود.
در حالی که سارقان میلیاردی در رژیم حتی در یک مورد با این قبیل مجازات ها مواجه نشده اند، رژیم جوانان محروم را قربانی چنین مجازات هایی می کند. یک نمونه از این اعدام ها اعدام دو جوان در بهمن ماه گذشته بود که به علت فقر چیزی در حدود 50 دلار سرقت کرده بودند. اما رژیم در سال جدید از طرح تشدید آن خبر می دهد. احمدی مقدم از افزایش 20% سرقت‌های خرد خبر داد و گفت امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای مهار سرقت‌های خرد داریم. در آمارهای دیگر رژیم آمده است که 38% پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه برای پرونده‌های زیر 200,000 تومان است. این نقشه شوم رژیم برای کشتار اقشار فرودست جامعه است و آشکار می شود که ولایت فقیه جنایتکار برای قتل و کشتار جوانان محروم میهن ما دندان تیز کرده، چرا که شنیده است که انقلاب گرسنگان در راه است. روزنامه کیهان 21 فروردین 92 نیز این گفته احمدی مقدم را درج کرد که گفت طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی پلیس از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود. راستی چرا رژیم به این موج اعدام نیاز دارد؟ جواب در کلمات احمدی مقدم نهفته است. توجه کنید که او گفت این طرح‌ها تابع مسائل انتخابات نیست و در آن ایام هم اجرا می شود. سرکرده نیروی انتظامی به تنفر مردم از این نیروی سرکوبگر اعتراف کرد و گفت ما نباید کاری کنیم که مردم به جای توجه از ما متنفر شوند. هراس از تنفر مردم، خشم میلیون ها توده فرودست جامعه که جوانانشان آماده از همدریدن نظام هستند.